با سلام، طرز تهیه فلافل ویژه که مواد مورد نیاز را در فیلم مشاهده می کنید و جزئیات آن در سایت نوش جان موجود می باشد. دوستای عزیزم، برای تهیه فلافل ویژه نخود داشتیم که من نخود رو 24 ساعت توی آب خیسوندم، چند بارم آبش رو عوض کردم، دو بارم از چرخ گوشت ردش کردم و داخل همچین صافی ریختم که آبش کاملا گرفته بشه. البته آب نداره، حالا اگر داشت گرفته بشه. اینو وارد یه ظرف میکنم، پیاز داشتیم، پیاز رو هم از چرخ گوشت رد کردم، توی صافی ریختم، با ته قاشق تمام آب پیاز رو هم گرفتم، این رو هم به نخودمون اضافه میکنم. گشنیز ساتوری شده داریم که اندازه یک قاشق مرباخوری بهش اضافه میکنم، یا همون چای خوری که در خارج از ایران. سیر داریم، سیر رو هم رنده ریز کردم، اون رو هم میریزم توی این مخلوط. آرد نخود داریم که این رو شما میتونین از بقالی ها تهیه کنین، اگرم نبود خودتون میتونین تو خونه این کار رو بکنین، زیاد کار سختی نیستش. نخود رو یه کمی با هاونگ یا مثلا دو تا ظرف وسیله سنگین یه ذره خردش کنین، بریزین تو آسیاب تا حسابی پودر بشه. سه تا قاشق غذاخوری به این مخلوطمون اضافه کنم، البته برای یک پیمونه نخوده این. زیره داریم، اضافه میکنیم، پودر گشنیز، تخم گشنیز، پودر تخم گشنیز، این رو هم اضافه میکنم، فلفل سیاه، یک کمی نمک، فلفل قرمز، ربع گوجه فرنگی هم داشتیم، خیلی کم، یعنی یک هشتم قاشق چای خوری، فقط برای طعمشه، نباید رنگ فلافل رو عوض بکنیم. این مواد رو کاملا با همدیگه مخلوطش میکنیم. مواد فلافل و همگی رو با همدیگه مخلوط کردم، به اندازه 4-5 دقیقه با همدیگه ورزشون دادم. روغن ریختم توی قابلمه کوچیک، برای این از ظرف کوچیک استفاده کردم که روغنمون به هدر نره، روغن زیادی مصرف نشه. اینو میذاریمش روی حرارت، داغ داغ بشه، بعد حرارت رو متوسط کنید، یا از این وسیله ها برای قالب زدن فلافل استفاده کنید، یا اگر هم نداشتین میتونین از قاشق استفاده کنید، بردارین به اندازه که لازمه، بعد بذارین داخل روغن به این شکل، تا وقتی که یه طرفش طلایی شد برگردونین طرف دیگرش هم طلایی بشه. دوستای خوبم، فلافل آماده شده، شما میتونین اون رو همراه با خیارشور، گوجه فرنگی یا ترشی یا سالاد ترشی همراه با سس خردل میل کنید. نوش جان.